أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد حده، ومن حده فقد عده. عرایز گذشته این بود که ما در رتبه و شناخت خدا در چه مرتبه ای هستیم، چقدر آشنای به خدا هستیم. چقدر ضرورت داره که ما معرفتمونو به الله بالا ببریم. حالا راهش چیه؟ چگونه به خدا آشناتر بشیم؟ چقدری از معرفت پذیرفتنی نیست؟ خیلی مسائل مهمیه. گوشه هایشو گفتیم، عرض شد اگر خدا رو بشناسی فایده نداره تا وقتی که موحد نباشی. مشرکین مکه خدا رو میشناسن اما برای او یار قائلن، همراه قائلن، کمک قائلن. این شرکه. خدا نیاز به کسی نداره. شرک رو خدا نمیپذیره. از مشرک هیچ عملی را نمیپذیره. فی الدرک الاسفل، در پایین ترین نقاط جهنم، خالدن فیها ابدا جای میده. من این عرایض رو دارم ارائه میدم، کم کم کار به جاهای باریک خواهد رسید و خیلی از توحیدها تحت الشعاع قرار میگیره. اما قبل از این که سخن به جای باریک برسه در قسمت‌های آینده، یه قصه براتون بگم. سال 54 هجری شمسی، شخصی در منا، ایشون با کاروان مسئولیتی داشته، حفظ وسائل و ممتلکات حمله کاروان. ایشون در منا، قدیما اینطور بود که مستحبم همینه که انسان در مکه نخوابه، در منا بخوابه، در خیمه. ایشون چند شب قبل که دزدها و دزدان نیان ممتلکات خیمه رو بدزدن، پاسبانی و پاسداری میکرده در خیمه.
خب همینطور که ترسیده بودم، یعنی حذر داشتم که نکنه الان دزدا بیان، کارش همینه، دیدم سه نفر انسان وارد بر من شدن. به خلاف توقع از این سه نفر جز اطمینان به دلم چیزی راه پیدا نکرد، خیلی به دلم نشستم. یکیشون رو به من کرد، گفت فلانی اسمم آورد، گفت فلانی امشب شب ذلحج، حالا چندم ذلحج، غسل امشب رو کردی؟ گفتم نه. اوف. تا غسل کنی من میرم و بر میگردم، غسل رو به جا بیار که اعمال امشب رو با هم انجام بدیم. رفتن این سه نفر، من اطاعت کردم، غسل کردم. خب انسان تنها چه بکنه، غسل کردم. همچی که غسلم تمام شد، پیرهنم رو پوشیدم، این آقا وارد شد، گفت غسلت رو کردی؟ گفتم بله غسلم تمام شد. گفت بشین که دعا بخون. نشست دعایی خوند، خیلی دعا به دلم نشست. با خودم گفتم ای کاش من این دعا رو حفظ میکردم. آدم سر کهولت سن حافظش ضعیف میشه. همین که به دلم این مطلب اومد، نگاهی به من کرد، دعا کرد برام، گفت خدای حفظشو قوی کن. از اون لحظه این کلمات رو که ایشون میگفتن من از بحر میشدم. مناجات عجیبی، توجه عجیبی، انقطاع عجیبی به خدا. یک شب عجیبی با ایشون من سپری کردم، با عمرم همچه عبادتی ندیدم، گریه هایی، ناله هایی، دعا جدید بود، دعا رو من نشنیده بودم. ایشون که تمام کرد، گفت چی داری؟ همراه چی هست که یک چیزی با عنوان سحر بخورن؟ سحری. ایشون گفت که من یک چایی هست که مال کاروانه. گفت اشکال نداره بیار. چای و پنیر و نانی و همینطور که تناول میکردیم به دل آمد چند تا سوال بکنم. آقای وجیهیه، داناییه، عالمه، رستگاره. گفتم آقا من میخوام دینم رو عرضه کنم برای شما. حالا کل این جریان مال این قسمت. گفتن بگو. گفت آقا من عقیده دارم که این دریاها، این درختها، این آسمان، این زمین، این دشت‌ها، این کوه‌ها، این غارها، این آتشفشان‌ها، این آدم‌ها، این جن‌ها، این حیوانات، پرندگان، چرندگان، اسم آوردم، همه اینا رو یک نفر آفریده، خدا آفریده همشون. به من اینو گفتن، گفتن بیش از این از تو توقعی نیست. شما دیگه اهل فهم و درک هستید. این اقرار به یگانگی خدا پذیرفتنی است، خوبه، اما بیش از این هم نکته هست که انسان باید بدانه. ما که این سخنان رو به جای باریک میخوایم بکشونیم و از اسرار صحبت کنیم، نمیخوام خدمتتون عرض کنم که گذشته شما تحت شعاع بطلانه، یا اینکه ایمان عوام، ایمان عامه مردم مشکل داره، اینو نمیخوام بگم. ببینید فرقی که مکتب وحی با سایر مکاتب داره اینه،
مکتب دیگه مثلا بزنم مکتب عرفان، اینا وقتی یک سری رو میخوان مطرح کنن یه جمله میگن، میگن که گذشته رو باید بیای پایمال کنی، سر اینجاست، مطالب گذشته رو پایمال میکنن، میگن اونا اشتباه بوده، مطلب حق اینه. نسبت به فطرت یه عبارتی دارن میگن فطرت همقاوی، این فطرتی که مردم دارن این فطرت مال احمق هاست. حالا ما کلام قرآن رو نمیخوایم بگیم که قرآن از فطرت وقتی سخن میگه، میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت من در دل مردم کاشتم، این دین منه. آقایون که به فطرت میرسن، به عامه مردم میرسن، میگن عامه عوام مردم اینا فطرتشون همقاویه، ایموش احمق هستن. میخوام عرض کنم دین و مکتب وحی مثل اینا سخن نمیگه. دین اینه، میگه بیش از این از تو توقع نیست، بالاتر از اینم مطلب هست. اما اینم راسته، ایمان تو درسته، شما که عقیده داری کوها و آسمان و زمین رو یکتا خدای یکتا آفریده، درسته، اما ژرف‌تر از اینم ما نکته داریم بگیم، نه اینکه اینو باطل کنم. اما سراغ مکاتب دیگه که برید، مکاتب غیر وحی، عرفان، فلسفه، شما ببینید باطل میکنن، حرفای گذشته رو پنبه میکنن، نسبت به حمق میدن به افراد. حالا من چون بحثم بحث اثباتیه، ثبوتیه، یعنی میخوایم ما دین رو بفهمیم، ما نمیخوایم فعلا در این جلسات اولیه از کلمات اونها مطلب بگیم، از باطل سخن بگیم. من بنام نیست در این جلسات که از باطل بیام سخن بگم، گرچه گهگداری نکاتی میگیم که حلاوت این طرف چشیده بشه، اما بنای صحبتمون که ما بفهمیم این دین چیه، دین رسول الله چیه، توحیدش چیه. خب ادامه بدم سلسله سخنم رو. پس آقا این نکته از دستتون دور نشه. ببینید ما ایمان هیچ کسی رو باطل نمی کنیم، هر کس به ذره‌ای به خدا ایمان داشته باشه این مؤمنه و انشاءالله شفیع ما هم باشد، شفاعت کنه بنده رو، ما امید هم داریم بهش، ولی میخوایم بگیم بالاتر از اینم نکته هست. خب از عرایض گذشته این بود که گفتیم باید خدا بشناسید، بالاتر از خداشناسی اینه که باور کنیم، باورمون بشه. باورت که بشه در تمام مسیر زندگی از یاد نمیبری خدا. روایت داره کسی که یک لحظه خدا رو فراموش کنه، بر هر لحظه ای که خدا رو فراموش کرده روز قیامت پشیمان میشه، پشیمون میشه. ما میخوایم این ایمانمون در دلمون حقیقت بشه، باور بشه، فراموش نکنیم خدا. بعد عرض کردیم که ای خدا همو خداست که آتش جهنم آفریده، لذا باید ازش بترسیم. آقا چقدر باید از خدا بترسیم؟ میاد برات میگه خدا دوست داشتنیه، این حرف میدونی یعنی چی؟ میگه که خدا دوست داشتنیه، کلمت حق یراد بها باطل، یعنی خدا مرغوب هست اما مرهوب به من نگو،
رحمت از خدا داشته باشن به من نگو. اینا کلماتیه که بوی شرک میده، طرف متوجه نیست. بله خدا محبوبه اما منتقمه. گفتن اگه عمل هفت آسمان رو برام بیاره و یک کلمه رد کنه ولی من رو، من حبط میکنم تمام اعمال رو. ترس نداره این جمله؟ عمل انبیا رو به دوش بکشی بری قیامت وارد بشی، یک ولی، یک وصی، یک نبی رو حرفش رو کوبیده باشی، رد کرده باشی، میگه تمام اعمال تو پنبه میکنم. تذروه الرياح، باد بیاد اعمال شما رو نابود کنه. و قدمنا الى ما عمل و من عمل فجعلناه هباء منثورا. یه قدری روی خوف خودتون کار کنید، از خدا بترسید. یا خیر مرهوب و مرهوب. بعد میاد میگه که هیچ کسی جز خدا این اخلاق رو نداره که ازش بترسی یا بهش امید ببندی. هیچ کسی. اگر تا به حال از کسی ترسیدی، این معناش اینه که تو خدا نمیشناسی، در اشتباه بودی. اگر تا به حال به غیر خدا امید بستی، این معناش اینه که تو مشرکی، جز خدا معمولی داری، معمولی که از اسماء خداست، جز خدا مرجوی داری، مرجوی که از اسماء خداست. بحث خداشناسی بحثی نیست که یک اوهامی رو در ذهن شما عقیده کنید، بعد بگید خب این معرفت الله، اعتقاداتم درست شد، حالا بریم سراغ زندگی. نه، در جز زندگی شما رو گرفتار میکنه. حق نداری به کسی امید ببندی. امید به کسی نداشته باشی، به سمتش حرکت هم نمی کنی، خضوع هم نمی کنی، در خانه سلطان هم نمیری. به حضرت صادق علیه السلام گفت که چرا نمیای پیش ما، منصور دوانقی، چرا با ما نیستی، با ما نمیای؟ فرمودن الذي يطلب الاخره لا يصحبك، که دنبال آخرت با تو راه نمیره. والذي يطلب الدنيا لا ينصحك، اونی هم که طلب دنیا میکنه با تو به حال نصیحت رفتار نمیکنه. دیدین با دنجونای دور قابچین، دور سلاطین، اینا همه به به چه چه میکنن برای سلطان، باش رو راست نیستن. ما همچی اخلاقی نداریم کسی رو فریب بدیم. به حضرت صادق گفت که منصور نشسته توی قبة الحمراء سحر، قبة الحمراء اگر میشست پا نمیشد مگر کسی را از دم تیغ میگذرانید، خونی میریخت. حتی صادق به ربیع گفتن، فضل ابن ربیع، بذار من دو رکعت نماز صبحم رو بخونم. ایستادن به نماز صبح، یک نماز صبح طولانی خوندن. فضل میگفت من میترسیدم که نزدیک بشم از هیبت آقا، آقا را از نماز بکشم. از یه طرف منصور تو قبة الحمراء نشسته، هر لحظه که بگذره بر غضب و غیظش اضافه میشه. این شرایطی نیست که سلطان رو معطل بکنی، بس بری عذرتو بخوای، زود برسی، چی شده آقا فلان. عادتا مردم از کسی بترسن زود میرن آرام کنن، خاموش کنن غضب و غیظ رو. به حتی صادق گفتم بعد از نماز، گفتم اطلت الصلات، نمازت رو طول دادی. فرمودن دخلنی من خوف الله،
ما لم يدخلني من خوف هذا السلطان. از خدا ترس و رهبتی وجودم رو گرفت که از این سلطان نه ترس و نه رهبتی در وجودم پیدا شد. من از این نترسیدم، از خدا ترسیدم. ترسیدم عادتم رو با خدا کم کنم یا زیاد کنم، عادتش رو با من عوض کنم. واقعا امتحان عجیبیه. در سخت‌ترین شرایط ایشون از خیر خدا ترس نداره. یا خیر مرهوب و مرغوب. این موحده. موحد زبان نیست که در عمل از غیر او نترسید. حالاست که الان بکشه. ادامه جریانم که میدونید، حضرت وارد شدن، کلماتی توسل به خدا کردن، منصور عوض شد و صرف نظر کرد از کشتن حضرت صادق علیه السلام. یا مثل همین برنامه از حضرت موسی بن جعفر سراغ داریم که ایشون رو می بردن به بصره، یک کاروان رفت به بغداد، یک کاروان رفت به بصره. چون در مسیر که داشتن می رفتن به بصره، از روی هودج خودشون انداختن پایین، از روی اون کجاوه خودشون انداختن پایین، سجده کردن، کل کاروان معطل شد. حالا کسی نیست به ایشون بگه شما اسیرید، آخه شما کاروانو معطل میکنید، این همه سرباز دورتون، کمه کمش این که الان بیان سراغ شما شلاق بزنن، آخه چه کاریه؟ بعد از سجده طولانی ایشون برخواستن، سوار بر هودج شدن، حرکت کرد کاروان. بعدها گفت از حضرت موسی بن جعفر پرسیدم شما چرا معطل شدید؟ چرا معطل کردید کاروان؟ هیبت داشتن. گفتن که نعمتون، نعمتی از نعمتهای خدا رو یادم اومد، خواستم شکرش رو به جا بیارم. و این جمله رو باز گفتن که ترسیدم که اخلاقم رو با خدا عوض کنم، خدا اخلاقش رو با من عوض کن. نعمتی از خدا یادم می آمد، من سجده می کردم، چه در رخا چه در ضرا. موحد موحده، چه در خوشی چه در ناخوشی. اینه که همین بحث خوف رو ما باز کنیم، کمیت ها لنگ میمونه. میبینیم ما یه جاهایی ترسیدیم از یک کسانی و چیزهایی که خدا از ما نخواسته. و این دلیل بر اینه که توحید در جان ما ریشه ندوانده. اما قول لا اله الا الله یعنی وحدانیته. اینه که شما بگی لا اله الا الله یعنی وحدانیت خدا. چقدر ریشه دوانده لا اله الا الله. یه آقایو میشناسم که جد ما باشد، حضرت امام سجاد علیه السلام، ایشون مؤذن که گفت لا اله الا الله، فرمودن شهد بها لحمی و دمی و عظمی و مخی و شعری و بدنی و جلدی، خون من شهادت داده لا اله الا الله، موی بدنم شهادت داده لا اله الا الله. میشه ما از زبان فراتر لا اله الا الله بگیم؟ گوشمون به غیر لا اله الا الله چیزی نشنوه، چشمامون به غیر لا اله الا الله چیزی نبینه. اون چه خدا راضی نیست نبینه.
مال خداست، در جایی که میخواد خرجش میکنه. مال کسی دیگه نیست، مال منم نیست، مال هیچ کس نیست، مال خود خداست که مالکه. چند تا مالک داریم؟ فقط خدا. پس من چی؟ ما هیچ، ما هیچی نداریم. در محضر پیغمبر یه جمله گفت شاعر، پیغمبر گفتن درست، شاعر شعر میگفت، بعد نکته گفت، گفت که علی کل شیء ما سوى الله باطل، تمام چیزها ما سوای خدا باطله. مالکیت، سلطنت، عزت، دولت، هیبت، هیچ کی از خودش هیچی نداره، همش باطله. باطل یعنی زائل، یعنی از بین رفتنی، ماندگار نیست. آنچه ماندگار خداست و اون کسی که بخواد براش بذاره میذاره، اونی هم که نخواد از بین میبره. علی کل شیء ما سوى الله باطل، حق یعنی ماندگار، باطل یعنی پایمال، از بین رفته. لذا اولیای خدا خدا شناختن، یعنی هر حقیقتی رو فهمیدن. از سلطان نترسیدن، به هیچ پولدار و ثروتمندی طمع نکردن. چرا زاهد از دنیا شدن؟ چون دنیا رو جز این که مملوک خداست چیز دیگه نیافتن. دیدن خدا هم خوش نداره این دنیا رو، دنیا رو نپذیرفتن. فقول لا اله الا الله هي وحدانيته لا يقبل الله الاعمال الا بها. آقایون موحد نشید، هیچ عملی پذیرفته نیست. ولا يدخل الجنه احد الا بها وهي كلمه التقوى. این کلمه حقیقت و ریشه پرهیزگاریه. پرهیزکاری یعنی اینه که خدا رو بشناسی. سمیت التقوى لما تثقل بالمیزان یوم القیامه، چون که روز قیامت میزان اعمال به کلمه لا اله الا الله سنگین می شود. حالا یک بحث دیگه میخوام شروع کنم، این که ما توحید رو نمیخوام بسازم براتون، متوجه هستید؟ نمیخوام شما رو تلقین کنم موحد بشید، متوجه هستید؟ شما از ولادت موحد بودید، روزی که به دنیا اومدید جز خدا نمیشناختید، خدا رو فقط قبول داشتید و میشناختید. حالا محیط اثراتی گذاشته، ما میخوایم این هرزه ها رو جدا کنیم از این دلها، علف های هرز رو. ببینید علم توحید علمی نیست که من درسش بدم، تعلیم بدم. خدا به پیغمبرش فرمود یا رسول الله انما انت مذکر، میخوایم یادآور بشیم رفقا، میخوایم یادآوری کنیم که ما باید موحد باشیم همونطور که اصلمون موحد بوده. نه فقط ما و شمایی که بر مذهب تشیع رشد کردید و کلمات حق دورتون و گوشاتون رو پر کرده، تمام افرادی که در روی کره زمین زندگی میکنن، همه و همه و همه اینا شک ندارن که فقط خدای یکتا و یگانه است که تدبیر خلق رو به دست داره، سلطنت حقیقتاً به دست اوه، اینا شک ندارن. در یک دعای که ابتدای ورود ماه مبارک این دعا رو میخونیم، بسم الله، بسم عالم الغیب، بسم من لیس فی وحدانیته شک ولا ریب، به نام اون کسی که در وحدانیتش هیچ شک و هیچ شبهه‌ای وجود نداره. بله،
هیچ شک به هیچ شک. آقا پس این عربده هایی که میکشن در جهان چیه؟ همون عربده کش رو بیار، همون باطلگو رو بیار، تو دل دریا بنداز، وسط آسمون، بین زمین آسمون، تو هواپیما بذار، موتورای هواپیما خاموش بشه. به کی توسل میکنه؟ اون کسی که بالا تو هواپیماست. آقا عمومون رفت باش نشست، گفت که دین چیه؟ گفت من دین ندارم. گفت خدا چیه؟ خدا من نمیشناسم. گفت که تا حالا پیش نیامده که پرواز بهت در تلاطم بیفته؟ گفت نه. گفت هیچ وقت؟ او یه بار یه چیزی پیش اومد، یک چیزی یادم آوردی، خواستیم هواپیمای امتحان کنیم، از فرودگاه کویت بلند شدیم رفتیم رو هوا، نگاه کردم بنزین ندارم، زنگ زدم، یعنی تماس گرفت، تماس قطع نمیشه، سخن گفتم، گفتم که این بنزین خیلی کمه، اصلا فرود هم نمیتونم بیام با این پرواز. او طرفی که اونجا نشسته بود گفت بسم الله الرحمن الرحیم، پاکستانی بود، گفت اولین کلمه که بهم گفت گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یهو دلم خالی شد، دیدم الان کی منو نجات بده؟ حاکم کویت منو نجات بده؟ پولای کویت منو نجات بده؟ خانوادم، عشیرم، کی منو نجات؟ علمی که درس خوندم این منو نجات بده؟ بنزین نداره، فرود نمیتونم بیام. اونجا دلمو بستم به اون بسم الله الرحمن الرحیمی که آقا گفت. هیچ کی نیست که در خدا شک کنه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، همه میگن خدا. یک گرد همایی درست کردن در عراق، این گرد همایی راجب این بود که حزب شیوعی، یعنی حزب لائیک، علیه خدا با پخش مستقیم رادیو گرد همایی درست کردن. متکلم رسمی، سخنگوی رسمی که آمد سخن بگه، آمد تقدیمش کردن، مقدمش کردن، آمد از پله ها بره بالا، پاش لغزید، از پله اول افتاد، هم به پله آخر رسیده بود، افتاد، پیرمرد بود، اومده ضد خدا حرف بزنه، بلند با صدای بلند گفت که بسم الله، صداش تو بلندگو پیچید، توی گرد همایی پیچید، تو رادیو پیچید. ها او خداست اونجا انداختش، کوبیدش زمین، تو که آمدی با عزتت و قوتت و دانشت با خدا نبرد کنی، یه پله افتادی گفتی خدا. کسی نیست خدا نگه. آقا ما سوار ماشین شده بود، دیدیم ماشین سیاهیه، زبانش هم بلد نبود، زبان انگلیسی بود، از یک راه دوری گرفت بردش، یک چیزایی هم شنیده بود که این سیاها مثلا میدوزن، میکشن، هر کاری میکنن. گفت بهش گفتم که خدا نمیشناسم. گفت من خدا نمیشناسم، خدا کیه؟ گفتم بله بله، خدا کیه؟ اون وقتی که تو فشار بیفتی، وقتی که بچول نتت، اون وقت میفهمی خدا کیه. ماشین رو نگه داشت، ایستاد، سرش گذاشت روی فرمون، گفت یس یس، بله بله. آخه آدمی که داره راه میره از پشت زن هم تو کتکش بزنن، هی بزننش، بگه هیچ کس نیست ما رو بزنه، که نمیشه که، یکی داره میزنتت، حالا اون یکی رو ندیدی اما ضربه که داری میخوری، چپ و راست زمانه به ما ضربه میزنه، زننده ای نیست، بلا بر ما نازل میشه، یکی هم هست بلا رو دور میکنه. اینه که آقایون
اگر کسی رو بخواد به خدا هدایت کنید، یاد ندید، تعلیم ندید، قصه تعلیمی نیست، همه خدا شناسن. پرده غروری، حجاب استغنایی چیزی آمده اون حقیقت رو پنهان کرده، اما خدا معروف بالفطره است. انشاءالله خدا توفیق بده به بنده، به شما. اللهم نبهنا من نومت الغافلین، از غفلت بیرون بیار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.